میبینیم به این که در تنظیم رابطه ها در محیط خانواده زور که نقش داره، پدر به مادر زور میده، به بچه ها زور میده، اینا به هم زور میدن. یک این که قطعی وجود داره، خصوصا در خانواده های ما ایرانی ها. پول نقش داره، مواد مخدر نقش داره، دروغ و فریب و حیله و نیره اینا همه نقش داره، چون تنظیم میکنه باید رابطه ها رو دیگه. طرف که بخواد راست اگر بگه کتک میخوره، دروغ میده که کتک نخوره، اینا نقش داره. مواد مخدر نقش داره. ترج کنم شما، سکس نقش داره، نه تنها به این دلیل که زن زیان زن تبعیض هست در روابط خانواده، بلکه به این علت که این تنظیم رابطه های قوا هم از طریق زن انجام میگیره. روابط شخصی قوا کوی چقدر تخریب به بار میاره؟ اولا ما چند نوع نمونه سر یک جامعه شناسی خانواده بخواد انجام میگیره از این دیدگاه که ما چند نمونه نوعی خانواده داریم در ایران که در اون خانواده ها این ترکیب ها به کار میره. حالا هر کدوم ترکیب ها فرق میکنه، علم و فن هم به کار میره در تنظیم رابطه ها. گاهی نه، عموما محبت و علاقه و حق و حقوق هم به کار میره. خب اینا چجور ترکیب میشه؟ چند نوع از این ترکیب ها پدید میاد؟ این به ما امکان میده که بفهمیم چرا مثلا ما داریم نظام استبدادی. هوا که نیومده ته. حالا در نهادهای دیگه جامعه هم میشه مطالعه رو انجام داد، اما نهاد خانواده یا بنیاد خانواده این ویژگی رو داره که تمام در همه جامعه ها وجود داره و از همون به دنیا آمدن انسان این رابطه ها تنظیم میشه تا مرگ. پس این اون چه که در این اگر این ترکیب در روابط خانوادگی تغییر بکند، این طبیعتا کچی رو عوض میکنه. شما تصور کنید که در یک جامعه خانواده ها بتونن در محیط خانواده خودشون تنظیم کننده رابطه ها رو که در حال حاضر قدرت با این ترکیب های گوناگون این رو با حقوق جانشین کنن، رابطه رو با حقوق تنظیم کنن. خب چه اندازه از مصرف زور و تخریب نیروهای محرکه در جامعه کاسته میشه؟ یه سوال مهم. چه مقدار میدان عمل میماند برای رژیم اگر استبدادی است؟ این مطالعه ایست که ما انجام ندادیم، جامعه شناسان ما هم انجام ندادن. به نظر من یکی از مهمترین موضوعهای مطالعه است. حالا این دو کاری که من خواندم اینها با از دید جامعه شناسی مطالعه نکردن، زندگی خودشون رو گفتن. این جهت خیلی از لحاظ جامعه شناسی با ارزش تره، چون مثلا میخواست که ملاحظات بکنه که اینجاش با این جامعه شناس چی گفته، اونجا چی گفته، اینجا چی رابطه، اونجا اون در نمیامد که این در چه نوع روابطی زندگی کرده بود، بزرگ شده، جوان شده و بعد زندگی جوانی رو تک کرده تا پیری. البته که شون هنوز جوانه. عرض کنم به شما، حالا ما چند تا از این نمونه ها از این مطالعه ها داریم؟ متاسفانه خیلی کم. حالا من در زبان فرانسوی هم یک وقتی دنبال این چیزا بودیم که نیافتم چیزی از این نوع. رمان اینا هست که اینجور رابطه ها رو توضیح میده، اما این رمان دیگر کم و زیاد هم داره. امرهای واقع
اینجور نیست که بشه روش استناد علمی کرد. در خود ادبیات ما هم فراوان از این چیزها یافت می شود. اما خب این گویایی کار علمی رو به تمام ندارد. خب از این مطالعاتی که گفتم بخواییم بر این مبنا بخواییم این دو نمونه رو مبنا قرار بدهم، میگویم که کلید حل مشکل ایران نه در رأس رژیمه که در قاعده است، در محیطهای خانوادگی است. اونجاست که اگر این میزان زور رو در تنظیم رابطه ها کم بکنیم، ما جامعه دیگری پیدا میکنیم با نظام سیاسی اجتماعی دیگری. حالا هم میپرسن که آقا راه حل عملی. امروز صبح هم با یکی از دوستان شما یک ساعتی بحث همینا بود. میگو آقا این ما بگیم آقا حقوق خود را بشناسید و به حقوق خود عمل کنید. خب این حقوق اول میپرسی حقوق من چیه؟ بعد بگیم خب به این عمل کنید. خب بگه خب من چی میدونم چیه که بهش عمل کنم؟ گفتم که ما 233 هست در این قانون اساسی وان حقوق یک به یک گفتیم اینا چیه. شفاف هم گفتیم. هر کدومش هم چند بند دارد. خیلی کمه که بند نداشته باشه. با این حال آمدیم گفتیم که این 233 تا اگر شما به دو تاشون عمل بکنید که استقلال و آزادی باشه، به بقیه این 233 هم به طور خودجوش عمل کردید. یعنی دیگه هیچ لازم نیست که بدونید که این حقوق دارید و به اونا عمل میکنید. از این استقلال و آزادی هم قانع کردیم خودمون رو که استقلال یعنی اینکه شما در گرفتن تصمیم متکی به خود باشید و تحت فشاری از بیرون نباشید و در انتخاب نوع آزادی به معنای در انتخاب نوع تصمیم، بله، تحت هیچ فشاری نباشید، مختار باشید در انتخاب نوع تصمیم. همین. البته آزادی به این سادگی نیست. ما به همین سادگیش میگیم اگر عمل بکنید، یعنی سعر و زور رو در تصمیم گرفتن و در واقع قدرت داریم میگیم، زور میگیم ساده بشه، بله قدرت اون ترکیبه دیگه، زور هم یکی از آن هستش. اگر قدرت رو در گرفتن تصمیم بی اثر بکنید و در انتخاب نوع تصمیم هم، شما به طور خودجوش و همه حقوق خود عمل کردید. دیگه از این ساده تر میشه و از این روشن‌تر میشه به مردم گفت راهکار چیه؟ وای کسی نخواست عمل کنه هی میشه نمیگه آخه ما چی میکنیم؟ چه این رژیم میرود؟ همش خیال میکنه کار سیاسی یعنی این که مردم منتظر بمانند یک دستی از غیب به در آید، یک پهلوانی قهرمانی پیدا بشود، این رژیم را بخواباند و این مردم رو برهد. به فکرش نمیسه بابا تو با همین عمل ساده میتونی خود رو از این رژیم خلاص کنی، هیچ کار دیگه هم لازم نیست، عمل کن ببین. ضرر که نمی کنی، از بندگی زور که رها میشی، تو بکن امتحان کن دیگه، تمرین کن.